امروز بعد از اینکه آخوند رئیسی رو خامنی از صندوقهای خودش بیرون کشید خب روزنامه های حکومتی درگیر پیش بردن خط و خطوطی بودن قاعدتا برای اینکه ببینیم روزنامه های حکومتی چه گفتن چه کردن و چه خطی رو میخواستن پیش ببرن خب خیلی خوب است که گفتگویی داشته باشیم با کسی که مسئله رو به دقت دنبال کرده رضا حفرداران عزیز ممنونم که در برنامه حضور پیدا کردید و به سوالات ما پاسخ خواهید داد. من هم سلام میکنم به شما و تشکر میکنم از این فرصت و اجازه بدید که سلام و درود ویژه داشته باشم به خبرنگاران سیمای آزادی که با تلاش مجدانه خودشون دیروز در واقع بهرق فضاحت نظام رو در سطح جهانی به احتزاز در اجازه بدید من سوالم تقریبا در مقدمه عرض کردم ولی دقیقتر بپرسم خوش. آیا بالاخره خامنه ای اونطوری که مد نظرش بود از یک پایه کردن رژیم و اینها با بیرون کشیدن رئیسی آیا موفق شد این خط رو پیش ببر مشخصا در رابطه با رسانه های حکومتی میخوام بپرسم که تونستن این خواسته رو پیش ببرن و اجرا بکنن و چگونه این کاری کردن البته که میخواستن این کاری که شما اشاره کردید بکنن ولی خب از اونجایی که رئیسی هم جلاد و قاتل و هم بی سواده و هم از طرف دیگه این کمپین گسترده مردم و مقاومت ایران در مورد رأی من سرنگونی و جهانی شدن این داستان کار را به جایی رسوند که روزنامه های حکومتی به جای اینکه بتونن این خط خامنه ای را پیش ببرن اسباب فضاحت و آبروریزی خود ولی فقی شدن اجازه بدین در صدرشون از کیهان خامنه ای اسم ببرم مند. که این در واقع میشه گفت از حول حلیم پیروزی افتاد تو دیگ و 15 ساعت قبل از اعلام نتایج رسمی آمار شب قبلش یعنی روز 28 خورداد در اینترنت تو دسترس بود به قلم سرتیب سعدالله زارعی ورداشت نوشت رئیس جمهور حسب آنچه از گزارشات برمی آید با رأی خوب و مناسب انتخاب شد این اعلام کیهان شب قبل به در واقع به نظر که به تنز میگفتن که خب الان رئیس جمهور رو انتخاب کردیم حالا بریم رایا رو بشموریم زیاد این تنز دور از واقعیت نبود اول انتخاب کردم بعد شروع کردم به شمردن و بعدم ضرب و تقسیم در اتاق تجمی البته این پاسدار زاری چندان بی ربط ننوشته چون خودش حتما یکی از عوامل دستندرکار اتاق تجمی رژیمه بله. میدونم اونجا چه آشی پختن و چی میخواد از اون دیگه به اصطلاح انتخابات رژیم در بیاد حالا جالب اینه که همین پاستارداری توی همه نیاد داشته روز کیهان از اینکه نظام در روز نمایش انتخاباتش سرنگون نشده قیام و شورش نشده ابراز خوشحالی کرده نوشته که شورش فقرا اتفاق نیفتاد دو قطبی هم نشد و این خلاصه علامت پیروزی نظام و شکست تحریم کنندگان انتخابات خب این هم اینجوری در خودشو خوش کرده در حالی که اون واقعیت دو قطبی جامعه ایران بین رژیم آخوندی و بین مردم و مقاومتشون جوریه که حتی روزنامه های دیگه باند خود ولی فقیه هم نتونستن اونو کتمان بکنن مثلا سیاست روز که وابسته به این باندهای چما مقدار خامنه ای ورداشته نوشته عوامل زیادی میشه در ایجاد فضای ناامیدی و قهر مردم با صندوق رای جستجو کرد یعنی به راحتی به این دو قطبی از آن کرده و گفته عواملی مثل تحریم ها وعده های داده شده توافق هسته ای برجام ناکارآمدی ها ضعف مدیریتی اینا اکثرا مسبب جدایی مردم از رژیم شده حالا از اون طرف جالبه که روزنامه های باند مقلوب که اغلب سردمدارانشون دو سه روز پیش رفتن و با رئیسی هم بیعت کردن اینها هم از فرط وضوح واقعیت تو جامعه ایران نتونستن این واقعیت رو کتمان بکنن و به صلاح یه آبی برای رئیسی جرم بکنن مجبور شدن به این دو قطبی اعتراف بکنن آرمان یکی از همین روزنامه هایی که گردانندگانش به بیعت رئیسی رفته بودن نوشته بسیاری بر خلاف گذشته دو قطبی موجود را به جای رقابت بین دو جناه بر اساس مشارکت و عدم مشارکت مردم تلقی می کردن یعنی به رویاروی روی مردم و رژیم آخوندی به این ترتیب اذعان کرده یه روزنامه دیگرشون اعتماد نوشته مشارکت در این انتخابات گونه ای نخواهد بود که بتواند سرمایه کافی برای دولت بعدی در عرصه داخل یا خارج فراهم کند یعنی این هم دیگه بله. پیشا پیش از ورشکستگی این نمایش خبر داده جالب اینه که ایران ارگان دولت آخوند روحانی اونم نوشته که واقعیت اینه که در این دوره جدیترین بحث ها حول دو ایده رای دادن یا رای ندادن وجود داشته این هم از تقابل مردم با نظام اینجوری اعتراف کرده جالبه که روزنامه حکومتی آفتاب یست به نقل از یک کارشناس اجتماعی رژیم که این طرف یکی از کسایی که طرف حساب نیروهای امنیتی و انتظامی ایناست و به موقع میاد به اونا هشدار میده که آقا فلانجا خطر آشوب یا شورش است فلان موزل اجتماعی براتون دردسر خواهد شد به نقل از اون نوشته که از ماها قبل یک موج اجتماعی برای حضور در انتخابات و یا عدم حضور شکل گرفته بود به همین دلیل گفته که ای فضای این انتخابات فعلی یک فضای دو قطبی رای دادن و رای ندادن بود خلاصه بله. یعنی اون دلخوش دلخوشی که پاسدار زارهی تو کیهان ابراز کرده بود که دو قطبی نشد همه اینا هوار میکشن که آقا دو قطبی بود خیلی هم شدید بود از ماها قبل هم بود و نمیشد کاریش کرد خلاصه بله نوشته بود که انتظار میرفت همین کارشناس رژیم تو آفتابی است گفته انتظار می رفت که این مناظره ها بتونه یک جوری بخشی از این دو قطبی هم بیاره ولی این اتفاق هم نیفتاد درست میگه در واقع شاهد بودیم که این نمایش مناظرات هم تضادهای درونی رژیم رو تشدید کرد حالا در برخی از این روزنامه ها به علت دو قطبی بین مردم پرداختن یکی از این روزنامه ها همدلیه که نوشته در جامعه ما علاوه بر محدودیت قانون اساسی کارکرد برخی نهادها بر اساس نوعی تبعیض بینشی جناهی استواره که بخشی از جامعه را از حق انتخاب شدن محروم میکنه در واقع این روزنامه ها اومدن اعتراف کردن به ساختار ضد مردمی نظام ولایت که به این نظام همه چیز میچسبه جز وصله ای به نام دموکراسی و گزینش و انتخابات این حرفا بلد. گفته که جامعه ما دچار نقیصه فرهنگی شده این نقیصش هم به خاطر استبداد دیرینه که باعث شده بین مردم و حاکمیت شکاف بیفته بله یک روزنامه دیگه اینا اشاره بکنم مال باند مغلوب در توضیح مستقل در توضیح فضای سرد انتخاباتی نوشته که لودگی و لومپنیسم در این دوره از شاخصه های انتخابات بوده ملاحظه میکنید که بافت و ساخت و ماهیت اینها رو در یک جمله به صورت خلاصه و کاملا رسا از آن کرد بعد گفته که شکاف گفتمانی زیاد میان قدرت طلبان تندروی داخل حاکمیت با طبقه تحصیل کرده و مترقی به قدری که حتی دیگه از این اصلاح هم برای پر کردن این حفره در نقشه میانجی کاری ساخته نیست جالب اینه که این روزنامه در انتها تنها راه امکان تغییر در جامعه ایران رو پیوستن به مردم معترض در کف خیابون دونسته جا. یعنی بقیه راهها و بره. این به اصطلاح هایی که از داخل نظام امکان تغییر هستن اینا رو درشو بره. گل گرفته به راحتی گفته برای دست به تغییرات بزرگ تنها تداوم در گام های کوچک و همراهی با مردم کف بره. خیابونه رضا عزیز من میدونم هر جایی که اسم رئیسی میاد یه خود سخت به موضوعی غیر از جنایت در ابعاد کلام به قول سنا برق زاهدی که میگفت تمام سلسله مراتب جنایات رو از نسل تا جنایت جنگی تا جنایت علیه بشریت انجام داده سخت در به موضوعاتی غیر از این پرداخت ولی تا اونجا که به روزنامه‌های خود رژیم برگرده اینا در مورد چشمانداز توانمندی و عرزه ای این بشر برای به قول معروف گرداندن امور چی میگن تقریبا به اتفاق میتونم بگم که ابراز ناامیدی کردن بله. یکیشون روزنامه آرمان گفته بود که این که اصلا سیاست خارجی آلیش نیست تیم سیاست خارجی درست و درمونی هم نداره اشاره کرده بود به پاستار جلیلی که در مذاکرات با اشتون رفته بود اونجا تاریخ اسلام گفته بود و خلاصه دستاوردی برای نظام غیر از اون قطنامه ها نداشت جالب اینه که یکی دیگه روزنامه ستاره سو نوشته که باور مردم به این مسئولان نظام مدت هاست خدشدار شده و امیدی به اینا نمیره ولی الان به هر این رئیسی خوبه که بدونه دیگه نمیتونه با اون شعر و شعارهایی که هم باندیاش قبلا میدادن کاری از پیش ببره مقصودش اون فیگورای ضد استکباری و ضد برجامی اینا بود گفت بهترین کار اینه که بره سریع بشینه پای میز مذاکره و تسلیم این کاریه که میتونه بکنه فیتله گذشته را از کار گوشش بیرون بکنه چون تاریخ مصرف اون شعارها تا همین امروز بود که ایشون از صندوق در نیامده بود از امروز به بعد قوانین فرق کرده یعنی گفته که کاری از پیش نخواهد بود روی روزنامه دیگه آرمان باز نوشته بود با اظهار نظرهای افسانه ای آسمانی که کاندیداهای ریاست جمهوری انجام دادن به هیچ عنوان مشکلات مردم حل نخواهد شد بلکه شرایط بدتر میشه از این نمونه ها بسیار زیاده ولی فکر میکنم که واقعیت های بزرگتر و دقیقتر و بهترش رو مردم در کف جامعه میدونن و مطلع پس بهتره که کوتاه کنن بسیار ممنونم و درود بر رضای عزیز که در فرصت محدود تصویر بسیار جامعی از اون چه که در رسانه های رژیم امروز شاهدش بودیم ارائه دادی تشکر فراوان میکنم و آرزوی موفقیت محفظ. دارم برت.